وزیر امور خارجه قطر امروز جمعه در ترکیه گفت نمیتوان تلاش دیپلماتیک رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای پایان دادن به بحران خلیج فارس را شکست خورده توصیف کرد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز گفت تلاش دیپلماتیک آمریکا نتایج مثبتی به همراه داشته است. گزارشی از اشکان سلطانی. گزارش‌های خبری می‌گویند مأموریت دیپلماتیک 4 روزه رکس تیلرسون برای حل تنش بین 4 کشور عرب و قطر بی‌نتیجه مانده است. اما شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود در آنکارا گفت چنین ارزیابی از تلاش آقای تیلرسون ناعادلانه است. اتخاذ مثل هذه الاجراءات ما می توانیم درباره سفر آقای تیلرسون به قطر و عربستان سعودی و گزارش‌های خبری که این دیدارها را ناموفق خواندند بگوییم هیچ نشانی از ناموفق بودن وجود ندارد. آقای تیلرسون به همراه وزیر خارجه کویت موفقیت‌های بزرگی برای حل این بحران داشتند. وزیر خارجه قطر همچنین گفت پس از گذشت 40 روز از محاصره اقتصادی قطر حتی یک مدرک برای اثبات اتهاماتی که به کشورش وارد شد ارائه نشده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز گفت باید به حل بحران خوشبین بود. بیر زیارت دهبس بو سورونون چوزولمسینی بکلمک ایمسلیک اولور. به باور من نمیتوان انتظار داشت که این بحران در یک دیدار حل شود. تلاش های بسیاری تا کنون صورت گرفته و فکر می کنم گام های مثبتی نیز برداشته شده است. به باور من در آینده ای نه چندان دور می توانیم به توافقی در میانه راه دست یابیم. ماه گذشته عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کردند. این کشورها می گویند قطر به تروریست ها کمک مالی می کند و با جمهوری اسلامی ایران که از گروه های تروریستی حمایت می کند روابط نزدیکی دارد. قطر این اتهام ها را رد می کند. آمریکا نگران است که این اختلاف باعث لطمات نظامی و آسیب به عملیات ضد تروریستی و نیز تقویت نفوذ تهران در منطقه شود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.